قرآن کریم راهنما یا معما. الله متعال در شأن علمای یهود می‌فرماید: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. پس به خاطر اینکه پیمانشان را شکستند آنان را نفرین کردیم و دلهایشان را سخت گرداندیم، سخن را از جایگاهش تحریف می کنند. آخوندهای رافضی نیز به مانند اجدادشان دست به تحریف معانی قرآن کریم زدند و برای یک آیه معانی باطنی و ظاهری قائل شدند که اکثراً معنای باطنی با معنای ظاهری کاملاً متفاوت بوده و هیچ ارتباط لغوی و شرعی ندارد و این برداشت نادرست را به دروغ به ائمه علیهم السلام نسبت دادند. به این کلیپ توجه نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. روایتی در این زمینه هست که از آقا موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده. این روایت در باب تین و زیتون که حضرت اینگونه فرمودند. این روایت در مناقب ابن شهر آشوب و در تفاسیر معتبر شیعه هم آمده است. حضرت فرمودند التین و الزیتون الحسن و الحسین. التین و الزیتون الحسن و الحسین علیهما الصلاة والسلام. انجیر و زیتون که خداوند متعال به اونها قسم میخوره در حقیقت وجود مبارک و نازنین آقا امام حسن و امام حسین علیهما الصلاة والسلام هستند. اینی که میبینیم خداوند متعال به انجیر و به زیتون قسم یاد میکنه، حقیقت این کلمات وجود مبارک و نازنین آقا امام حسن و امام حسین علیهما الصلاة والسلام هستند. بعد فرمودن و طور سینین علیم، طور سینین علیم، یعنی خداوند متعال قسم یاد میکند به امام حسن، به امام حسن، به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ولی با تعبیر و تین و زیتون و طور سینین. و البلد الامین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بلد الامین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و بلد امین و اون سرزمین امن الهی کسی نیست جز وجود مبارک و نازنین آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. جایگاه امام حسن و امام حسین و امام علی رضی الله عنهم بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست و علاوه بر آن که هر آیه ای از قرآن کریم که در آن بشارتی به مؤمنان باشد این بزرگواران را در بر می گیرد. روایات وارده در فضائل این بزرگواران نیز بیشتر از آن است که بتوان در این مجال اندک ذکر نمود، اما محبت به این بزرگواران نباید سبب شود که ما از پیش خود آیات قرآنی را بر اساس هوا و هوس خود و با استناد به برخی روایات دروغین و ساختگی تفسیر نماییم و بگوییم منظور از این آیه فلان شخص است، مگر آنکه دلیل صحیح وجود داشته باشد که ثابت کند فلان آیه درباره شخص معینی نازل شده و حکمی را در موضوع مرتبط به آن شخص مطرح نموده است، که در این حالت معنای خود آیات هم کاملاً به موضوع مربوطه اشاره دارد. به مانند آیات 11 تا 27 سوره مبارکه نور که در دفاع از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نازل گردیده و محتوای آیات با صراحت این موضوع را بیان می کند. اما آنچه این آخوند از آیات سوره تین برداشت می کند
نه با معانی آیات سازگاری دارد و نه با عقل و نه با نقل. هیچ لغتنامه‌ای کلمه تین یعنی انجیر را حسن معنا نکرده و زیتون را حسین ترجمه ننموده است. هیچ عقل منصفی هم ارتباطی میان امام حسن و انجیر و امام حسین و زیتون نمییابد. و بر اساس روایات نقلی صحیح این سوره قطعا مکی است، همان گونه که مکارم شیرازی در تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 15 به این حقیقت معترف است و میگوید این سوره در مکه نازل شده و آیه و هذا البلد الامین که در آن سوگند به شهر مکه با اسم اشاره نزدیک یاد شده دلیل بر آن است. در زمان نزول این آیه در مکه مکرمه نه امام حسن وجود داشت و نه امام حسین، حتی بانوی دو عالم فاطمه زهرا رضی الله عنها با امام علی ازدواج نکرده بود که حسنین رضی الله عنهم اجمعین به دنیا بیایند. هدف این گونه تفاسیر باطنی از قرآن کریم دور نگه داشتن مردم از کلام الله متعال است، زیرا با چنین برداشت‌هایی این تصور در اذهان گنجانیده می‌شود که قرآن یک معماست و حقیقت آن غیر از آن چیزی است که معانی الفاظ و تعابیر آن دارد. پس فهم حقیقت قرآن نزد حضرت آخوند است و باید به ایشان خمس داد و ناموس خود را در اختیارشان گذاشت تا حضرت آقا لطف نمایند، بر ما منت گذاشته به جای ما فکر کنند شاید معمایی را که الله متعال برای بشر فرستاده برای ما حل نمایند. چو از قرآن جدا کردند ملت، بیاوردند هر کفری براحت. هزاران صد ره در راه قرآن، که هر صدی شده نانی و دکان.